را گفتیم، دشمنهای مکاتیب را گفتیم، دشمن دانشگاه را گفتیم. وقتی که خودت بیای بگویی که ما به حرف های یفتلی سازگار نیستم، یفتلی کسی است که جناب دگروال صاحب با احترامی که برای خودت دارم، یفتلی 30 سال عمرش در نظام تیر کرده است. تمامی خوب و خراب هم من میفهمم و میفهمم که ما با اینا چه قسم حرف بزنم، چون به خاطری که همیشه در طول تاریخی که ما با اینا مبارزه کردیم ضربه خوردیم، اگر زیادتر ضربه ای که از حضرت پشتون خورده باشیم، زیادتر ضربه را از طریق هم تبارای خودمون خوردیم. من مجبور هستم که اون واقعیت را بگم. جناب سید یفتلی بزرگوار، انسان ها همه تفاوت دیدگاه دارن. حالا من فروتن هم دیدگاه نظرم با هیچ کدام شما مطلق سازگار نیست، شاید 90%، 80%، 70%، یعنی پوره سازگار نیست. هر انسان حق ابراز نظر داره. ایتو نمیشه که مثلا من 100% تلاش بکنم امید دیدگاه نظر من آقای محمدی قبول بکنه، آقای کنان قبول بکنه، یا ای برادر تازه وارد که آمدن خوش آمدید میگیم اینا قبول بکنن، یا خواهرمان فرشته مبارز. یعنی انسان ها تفاوت دیدگاه داره. اینمی است که اینمی تفاوت های دیدگاه در جامعه بیرون از وطن ما که وقت ما میبینیم در اروپا، در سایر کشورهای متمدن دنیا، کشورها را امی سطح نظامداری را قویتر، بهتر، خوبتر ساخته. اما بدبختانه در وطن ما یک چیز دیگه به بار میه، همیشه برعکسش است. هم وطنای پشتون در طول تاریخ از فرد معمولی عادی شروع، یعنی شما ببینین وقتی یک ریش سفیدی 80 ساله قنداری را پرسان میکنن، او رو هم در زن سیومش که نامزاد شده، میگه بابا جان دیگه آرزوی چی داری؟ خواهی نه در سن 85 سالگی نامزاد شدی، یا آرزو دیگه میگه داریم که دمی جهاد در پنشیر بریم. یعنی ایقا یک مردم پیش با بین، ایقدر خدا ناخبر، ایقدر انسانه که اصلا به انسان بودنش که آدم میبینه شک میکنه، ظاهرش در انسان میمانه، با چارپا هیچ تفاوت نداره، در حالی که مردم پنشیر نماز میخوانه، مسلمانن، آزان گفته میشه. این مرده که کندوری 85 ساله میگه آرزوی دیگه ممیست که در جهاد پنشیر برم. ما احساس میکردم که یه اوغان میگه در فلسطین برام، در آزر، در کشور اسلامی دیگه برام و از مردم مسلمان دفاع کنه، میگه جهاد کردن پنشیر میرم. اگر دوستا باور ندارن من ویدیوش هم میگذارم. آقای کنا قبول دارم جناب فروتن، ببخشی عرض است، تو چی توقع داری از یک آدم به سواده که مکتب نرفته، از یک آدم که مثلا روی مکتب ندیده، مکتب در قریهش بسته است و کسی که با او از آدرس قوم ازی سیاستگرش هم میگم از آدرس سیاستگر پشتون هم میگم مجرم است، کشت سطح پایین پشتون برادرای ما است، انسانای خوب داره. ما امیر هم میگم سیاستگر خود دشمن شد، امی کشت پایینش هم که یک روز مکتب نرفته، جیادش هم میره در وطن من و تو انجام میته. پس من فروتن چگونه بفهمم که امینا برادرای ماست، مسلمان هم، ما با امینا سر سازگاری داریم و امینا در کنار ما در کنار از اینا یک افغانستان متمدن داشته باشیم. هنوز هم فرهنگ زن فروشی در او وطن مروج است، بازار گرد فروشی رونق پیدا کرده. خب بدبختانه آقای کنان از شما میشنویم، بعد از آقای مجیب و بعد بانو مبارز نوبت میتیم. سلام و احترام تقدیم میکنم به دو دوست بزرگوار دیگه، آقای محمدی و رحمانی عزیز، که من در گذشته نیده بودمش، فکر کنم حتما از برادرای پشتون ما هستن. قبل از اینکه ما به صحبتهای جناب دگروال صاحب بپردازم، من یک سوال میکنم از این بزرگوار. ما اگر میار قرار بدیم جماعت پشتون یا قوم شریف پشتون به سه کتگوری، قشر سیاسی، قشر متوسط تحصیل یافتش و قشری که محروم از سواد است و مردم طبقه پایین جامعه است که جز رنج و بدبختی و دوری از درس و تعلیم و عمر در فقر و بیچارگی و در جهالت زندگی کردن، اگر این میاره سه کتگوری ما بسازیم و مقایسه بکنیم که کدام از این دید و نگرششان نسبت به اقوام دیگه متفاوت است، ما میبینیم که وقتی او ریسفید بی سواد
دو آرزو داشته که در سنی که دندان را کلش نبوده یک دختر 16 ساله را خریده در بدل 4-5 لک کلار. آرزوی دومش قبل از اینکه بگه که من آرزو دارم که خداوند مرا آخرت ما خوب کنه و توقع مغفرت داشته باشه از پروردگار، میگه من میرم در پنجشیر بر جهاد. این اینمی مردم دیدشان در برابر می تو که بیشترین در اس در دوران جهاد بیشترین سهم مردم پروان، پنجشیر، شمال این مردم ها داشتن، چی در دستاوردها، چی در فتوحات، در همه گپ. اگر سرباز روسی گرفته شده او در پنجشیر، در پروان، در سالنگ گرفته شده که تا یک تعدادش میبینیم ما همیج ادغام شدن، مسلمان شدن، آروسی کردن، ماندن. یعنی در جنوب کسی دستاورد نداره که کدام روس گرفته باشه. وقتی که ما در جهاد سهم ما در مجاهدت و اسلامیت قدر بارز است، ولی یک پشتون قشر پایین که بیشتر هم شعار اسلامیت و امیگه پار عقیده داره و میاید جهاد در وطن ما میکنه، تو چی حال توقع داری؟ قشر تحصیل یافتش، قشر تحصیل یافتش ما در هر منبر، در هر میز مدور میبینیم. شما شاهد هستی یک کسی را به نام جنرال طاقت میگفتن، آمد تمام اقوام غیر پشتون حرامی خطاب کرد. این قشر تحصیل یافتش، قشر سیاسیش یک کسی را شما به نام اصولی میشناسین که در پارلمان بود، حتی میخواست با جعل و تقلب سر انتخابات پارلمان کودتا بکنه. اونمو آدم آمد گفت دا پختانه، دا پختانه که یوزای شو که پا پچ راغلل، یعنی به بینی رسید تاجک در تاجکستان، ازبک در ازبکستان، ازاره را در فلان جای، به ما آدرس میتن که ما کجا بریم. مردمان اصیل و بومی سرزمین آدرس میتن، در حالی که اگر بری ریشه یابی بکنی تاریخه که تو از کوهای سلیمان آمدی، این شهر تمدنی مربوط ماست، تو هنوز هم میایی جا به جایی میکنی، دینمی گذشته از تاریخ، تو دینمی عصر هم میایی جا به جایی میکنی ناقلی ندار. پنجشیر، پنجشیری که در وجود یک تا گذر پشتون نشده. این قشر تحصیل یافتهش، جناب دگروال صاحب، دید خودت قطعا دید امرالله صالح است، دید افغان توپ است. این دید یک نظامی وقتی که میای استراتژی را تعریف میکنه، ما در استراتژی متوسط، میانی و طولانی مدت داریم. این استراتژی را اگر ما تثبیت نسازیم همیشه در خطر هستیم. پشتونا اینمی استراتژی را تطبیق کردن سر ما به نام سقاوی. از عبدالرحمن خان اگر تو مواظب باشی، از عبدالرحمن خان زبانت، پولت، سرود ملیت، محمود طرزی تا کرزی و اشرف غنی، وقتی که عصف شده میری، فرهنگت نابود شده میره، تو پیرو کدام استراتژیستی؟ تو چگونه دگروال بودی؟ ما اینمی نظامی ها، من هم خودم هم یک نظامیستم، من این نظامیه که اینمه قدر در غفلت باشم و قدم به قدم ببینم، از تاریخ مطالعه نداشته باشم، از تحولاتی که در سرزمین آمده مطالعه نداشته باشم، سزاوار اینمی تو یک سقوط، سزاوار اینمی تو بی اقتداری، سزاوار اینمی تو بی عزتی هستیم. یک نظامی ما، یک دگروال ما، یک منصبدار ما که دیدش نسبت به دشمن اینمی قدر ضعیف باشه. امروز تو دگروال صاحب ببین، من شمالی وال به یاد او جوان پنشیری که در به جرم یک پلدون پلنگی در کونش پلدون پلنگی و یک کسی که معلم بود و زبان پشتو هم نمیفهم، میگه برادر من از بالا آمدم، کسی را اینجا ندیدم، تیرباران میشه. اینمی پشتونه که آمریکایی رو نکشت، ولی تو پنجشیری رو در وطن تو مسلمان رو میکشه. اینمی طالبه، اینمی پشتون طالبه که آمد تا که می شمالی وال در داد. او خلقی نبود، یک کسی به نام کور ملا عمر بود، بر رهبری و قیادت کور ملا عمر اونمو مسلمان پشتون آمد در شمالی تا که مرا زد، ریشیش با تیزاب سوختان. ناموس مای تاجک شمالی وال پروانیه که تو هم متعلق به پروان بودی از شمالی برد،
امید دمدارای خوست و پکتیا زمین ما را غصب کرد دینمی 20 سال پسین یارو خو مگذارم میگی که طالب بد است تفکرش اینی قسم است اوش این قسم است اینمی کسی که در دوره دموکراسی موت می تاجیک که حکومت مسلمت آمیز بر ازی سپردم آمد رهبر ما کلان ما بزرگ ما این شخصیت های مرا که ترور کرده تو از این مطالعه داری نداری؟ آیا کدام پشتون سراخ داری که در محیط و ماحولی که خودت زندگی میکنی که آمده باشه جنایت طالب تقبیه کرده باشه پشتون اینمی حال تحمل میکنه اینمی بیسوادی و جهل اینمی رو متحمل شده این رو ترجیح میده نسبت به این که توی تاجک با صبیه در اقتدار باشی از آره صبیه در اقتدار باشه این ترجیح میده که زن و فرزندش برا انتحاری بکنه بی سواد کلان شوه زنش پیش یک نامحرم ببره که ولادت بکنه ولی حاضر نیست که توی تاجک دوباره اقتدار داشته باشی و جا با سر بلند بگردی ما چرا قدر در دشمن شناسی ضعیف هستیم ما خیلی متاثر شدم به صحبت های خودت هر پشتونی که اسم آقای کنان امیر فرشته مبارز خواهر ما اجازه بتین فمیشه وقتی سر ناموسم دست درازی میشه من صدای من نکشم نفرین به ما وقتی که جوان ما در زندان اوج سلاقی میشه من صدای من نکشم نفرین بر ما هیچ مصلحتی رو نمیپذیرم خدا کنه هر کسی از ما خفه میشه خوش میشه نباید از این دید و نظر داشته باشیم نباید از ما خوشبین باشیم یاد بگیرین مارشال فهیم کی کشت اونمو کسی که آمد رئیس جمهور ساختش برش زهر داد ما هنوز هم رفتیم در کنار از او صدای ما رو نمیکشیم به خاطر که مقبره از او پا بر جا ببانه و یک چار رو پول دزدی و خیانتی که کردیم او را داشته باشیم در حال کجا بر ناموس پنشیری تجاوز میشه ای درد از ایره ما میفهم دگر والسه لطفا ایره قم تعامل که باعث بربادی و بیزتی ما باشه ای تعامل پذیرفتنی نیست من منعیس یک نظامی از خودت خیلی یک تعریف دیگه داشتم از وضعیت مملکت سپاس آقای کنان در کرول سبت من یاد داشت کردن در نوبتشان وضاحت میتن با نوفرشته مبارس نوبتشان است بفرماین خواهر عزیز سی بیا با من جواب بکن دهی جوالی جوابا بعد است برازی بگویم مشکلی نیست دگر واسه محمدی بانو مبارز مایکتون باز کنین بله میشنوین سلام صدایتون نیست بانو مبارز علیکم سلام بفرمایید ببخشید من از دگر واسه یک سوال داشتم اگه جواب بتن بدن همیشه وقت چرا بزرگان ما مصلحت کردن با پشتونا در طول تاریخ اگه کشورهای بیرونی سرپشتونا سرمایه گذاری کردن یا اینا رو در قدرت آوردن چرا بزرگان ما هیچ وقت پند نگرفتن از گذشته مثلا ببینین خیلی خیانت کردن با ما ما همیشه صلح خواستیم یعنی اگه قدرت هم ما گرفتیم باز هم پشتون قدرت دادیم همه چی دست خود ما بوده ولی برشان دادین بزرگان ما و خصوصا در 21 سال از 2001 تا 2021 که قدرت همه چیز در 2001 تاجک ها گرفتن ولی کلش امتیاز کلش دادن به پشتون پشتون آوردن حتی کرده کس نمشناخت آوردن در قدرت رئیس جمهور ساختن اما تو مثلا چرا در این طول تاریخی که یا اگر من خو باور ندارم 300 ساله همی 100 ساله که افغانستان 100 ساله که نامش گذاشته شد یک کشور مستقل به نام افغانستان به وجود آمد در 100 سال یعنی هیچ یکی از این رهبران ما امی کارا یا تکنیکایی که پشتونا علیه ما استفاده کردن هوشیار نشدن که هنوز هم میگن پشتونا تمامشان طالب نیست تمامشان خائن نیست باور کنین یک ماسترش ببینین همراه یک بی سوادش همراه یک زنش که هیچ حتی از خانه بیرون نرفته مفکوریش یکیست به خاطر قدرت هر کار میکنن ولی ما که قدر درس خواندیم تحصیل کردیم هم مرد هم زن مبارزه کردیم ولی متاسفانه که همیشه قدرت برشان دادیم از هر چیز خود گذشت کردیم چرا؟ فعلا ببینین در 3 سال که طالبان قدرت در افغانستان گرفتن با وجود که تمام ادارات دولتی در دست خود این ملاها هست اگه تاجک هم هست اما تو به نمود یعنی که باش مردم
چیز نگوین اگه از آرام است اگه از بکم است یک دانه را آوردن مقصد همه تو شاندنش مثل که اشرف غنی زیادتر مثلا امی تاجکار آورده بود در قدرت مثلا ببینین اشرف غنی وطن فروغ گریخ فرار کرد این میالم تمام پشتونا میگن باباز غازیست از تمامشان یا امان الله خان هر کدامشان برای زونا غازیست قهرمان است باور کنین یک طفل یک روزیشم که بگویی میگه غنی بابا یعنی بیبی سبب تمام بدبختی افغانستان اشرف غنی شد اگر اشرف غنی فرار نمیکرد هیچ کس فرار نمیکرد نه او رئیس جمهور بود کسایی که مگم افغانا که اگر بگوین خیر او بی سواد هستن نمیفهمن که قدرت اصلا تمام ادارات دولتی فلج شده بود اگر وزیر دفاع بود اگر معاون اول بود معاون دوم بود تمام قدرت اشرف غنی دست خود گرفت اینمت بود که اردوی ملی از هم پاشید هیچ کس استاد نشد کلگی فرار کرد رفت بازم اونمور حمایت میکنن باور کنی اشرف غنی رفته جمره تمام فیسبوک ها رو ببینی مردم میای لایف و غنی غنی ایران میمونی کتی مردم چی کنی هنوزم دگروار صاحب میگه نه برادران ما پشتونا برادر ماست پشتونا خودشان میگن امیال طالبان میگه برادر ماستین حالا بیا در برادر دستیم خب یک بار بگذارین قدرت بیا یک پشتون بگوی برادر ما 300 سال نه 1000 سال حکومت کردیم خب برادر ماستی بیا یک تاجک یک روز قدرت بگی یک سال دو سال رئیس جمهور باش انتخابات شود چرا نمیخواین پشتونا پشتونا به این خاطر نه که بیرون خارجی ها یا پاکستان یا ایران یا روسیه سرشان سرمایه گذاری میکنن یا خودشان در حاصل یک مردم بیره و قدرت طلب هستن جاهل هستن جاهلیتشان در طور تاریخ بخوانی و ویداست هر ورق تاریخ ببینین وطن فروختن پدر خود کشتن مادر خود کشتن تا که قدرتشان حفظ شوه امی امان الله خان چه قسم قدرت گرفته پدر خود کشته یادگیش یا اشرف غنی رو ببین چی رقم کارا کرد اگه نه دکتر عبدالله خوب برده بود انتخابات ما در افغانستان بودیم ما کارمند دولت بودیم پدر ما یکی از نظامی ها بود دکتر عبدالله بیچاره برده بود ولی نتونست بگیره چون امریکا در پشت اشرف غنی بود همه گی میفهمه کسی که در دولت است کلگی میفهمه چی جریان داره ولی دگروار شب شما که میایین تو موضوعات یاد میکنین باور کو اگه ما پلیس می بودم اگه ما اردو می بودم پلیس طالب می گرفتم یک لازم زنده نمی ماندم چون اونها هیچ وقت به ما رحم نکردین در طول تاریخ رحم نکردین بزرگانشان رحم نکردین تا که بودین نسل کشی کردین هر اقوام کشتین حتی پدر خود کشتین که باش قدرت بگیرین باش چی توقع داری که تو با او میای با تو تفاهم میکنه میاره در میز مذاکره میاره سرود ملی را برشان دادن بیرق افغانی جور کردن همه چیز برشان دادن ولی چی کردن اینا چی کردن اینا گرفتن استفاده جویی کردن اینا بازم طالبان آوردن یعنی فکر میکنی طالبان آمدن جنگیدن افغانستان گرفتن خود معامله کرد اشرف غنی معامله کرد قدرت داد به برادر خود دیگه یعنی بی بی بازم همی خودشان خیانت کردن این تاجک نکد خودشان افغانستان فروختن به پاکستانیا یعنی به نظر من اگه همی مردم ما در افغانستان پشتونا خیلی کم است چرا اینا میخواین لر بر یو افغان ده به خاطر که پشتونای افغانستان بسیار کم است این همی تاریخه که بخوانی میفهمی چرا پشتون تاجک از آره کلش به زبان فارسی حرف میزنه بفهم که کل قدرت از ماست اگه این مردم کلش یک دست شوه مثل گذشته جنرال دوستم همگی یک دست شون براین در میدان باور که اینا شکست میخورن همی طالبا رو کی شکست چرا پشتون کت پنج شیر یاد اینقدر اساس در پنج شیر است هر یک انسان بی سواد پیر شپرسان که پنج شیر میگه بخاطر که سرنگون کرد حکومت 300 سالش قدرت 300 سالش زد پنج شیر نابود کرد اگه به واقعیت بنگریم به او خاطر است همیشه پشتونا رو ببینی که پنج شیر میگن عطا رفتن چی کارا کردن قدرت گرفتن کدام تاجک قدرت گرفته رفته سر قبر یک رئیس جمهور پشتون یا رهبرش رفته رقص کرده همی طالبان نکردن نرفتن نرقصیدن فروتن برادر ویدوهایش از تیک تاک ببینین چی جنایتی اگر نیخ مبارس خوار با شما برمیگردیم آقای عبدالی از شما میشنویم بعد از میمون تازه وارد یهود بود مسلمان از اونمو سرزمین بود ولی حتی رفتن در سر قبرش رقص کردن سپاس بانو مبارز خواهر با شما برمیگردیم جنرال سبی افتالی بزرگوار شما مایکتان باز بکنین صحبتهای شما را مشنویم بعد از آقای مجیب رحمانی و بعد دگروار سب مایکشان باز بکنن انتقادی که دوستا دارن پاسخ بگوین ببی آقای فروتن عزیز ما 30 سال عمر ما از سن 18 سالگی با او صدامی نظام تیر کردم ما یک روز زیر فرمان مارشال دوستم نبودم همیشه یک جمعیتی بودم زیر فرمان قهرمان ملی بودم از او اطاعت کردم به خاطر پاک دامنیش به خاطر وفاداریش با وطن صداقت اخلاصش
عالم با من اخلاقی که هست باور دارم و یقین دارم و بزرگترین خیانتم در برابر قهرمانی ملی امو وطندارای خودش کرد، نه دیگه مردم ها. ببین آقای فروتن، اینمی آقای کرزی یک پیزا فروش ها ما آوردیم قدرت برش تسلیم کردیم، نظر به گفته هایی که دگروال صاحب آلی از ما انتقاد کرد، آلی بانک ما، آلی ما باید ذهنیت مردمان روشن بسازیم که ما چرا احساساتی حرف میدنیم. اگر احساساتی حرف میدنیم شاید ما حق به جانب باشیم. ما همی آقا را آوردیم استاد ربانی را از قدرت وسو کردیم، یک حکومت مشروع را تانگ داشت، توپ داشت، همه این خانات داشت، آوردیم آقای کرزی را چوکی شاندیم. آقای کرزی خدمتی را که برای استاد ربانی کرد چی بود؟ آقای کرزی برای استاد ربانی وعده کرد که استاد محترم تو یک ریشتفید رسی آن رضالت و کسیف بودن قومی یک تعداد قومی پشتون رسی کرد، گفت که تو رئیس پارلمان می باشی. وقتی که انتخابات شد، کرزی رئیس جمهور شد، در ریاست پارلمان در برابر استاد ربانی کرزی قانونی سه و تحریک کرد. گفتم همیشه که ما بدرترین ضربه را خوردیم از آدرس خودمان خوردیم. استاد ربانی آنقدر آدم زیرک و هوشیاری بود، خدا جنت ها رجایش کنه، آنقدر آدم زیرک و هوشیاری بود فهمید که اینجا ما با یک دیگر درگیر میشیم، میدان برای قانونی اعلام کرد. خواهشی که از قانونی کرد چی بود؟ گفت که ما در صورت پارلمان بر اعلام میکنم که تو عزیز بی ساختگی تیر شد. هیچ وقت استاد ربانی از قانونی کدام خواهش شخصی نکرد، گفت چون به خاطری که تاجیکاتی که او پرچه نشد تو از امویز بود تیر شد. اما آقای کرزی در برابر استاد ربانی چی کرد؟ آقای کرزی یک پشتون لنگوتتار از کویته پاکستان آورد، استاد ربانی را از ایران توسط استانکزی خواست، فقط استاد ربانی را در خانهش انفجار داد. ما چی کردیم؟ دمو وقت حکومت که کرزی سقوط میکرد، بسم الله خان وزیر داخله بود، کاملا مردم خاموش شد. بدید که ما بزرگترین ضربه را ملت ما از آدرس کی خورده است. پس در چنین یک حالتی ما چی کار باید بکنیم؟ ما بالای بسم الله خان اعتماد کنیم یا بالای دکتر عبدالله وطن فروش اعتماد کنیم یا بالای قانونی یا بالای مارشال دوستم؟ تاجیکای عزیز، وزبکای عزیز، ازارهای عزیز و بلوچای عزیز، کسایی که شما محروم هستیم، یگانه گزینه‌ای که طالب را سرکوب کنیم باید ما در پلوی مارشال دوستم ایستاد، به خاطر اینکه عمو ظلم و به عدالتی که در حق ما شده است، در حق توی هزاره شده است، در حق توی تاجیک شده است، در حق توی ازبک شده است، او دوستم است که از طالب انتقام میگیرد. طالب جز از زبانی زور زبانی منطق نمیفهمد. اگر زبانی منطق میفهمید در برابر صداقت استاد ربانی داوود داوود شهید نمیکرد، مولانا سید خیل شهید نمیکرد و سران کسایی که به خاطر عزت شرف او سرزمین در برابر قوای قشون سرخ جنگیده بود اونا را نابود نمی‌ساخت. مکاتبای افغانستان را در نمی‌داد، پول و پولچک افغانستان انفجار نمی‌داد. پس در برابر حامیای طالب جز از اینکه مارشال عبدالرشید دوستم من عیس سر قماندان اعلی در اوجا باشه و ما تاجیکا و ازبکا در سطح رهبریت از مارشال دوستم حمایت کنیم، گروه جاهل و جنایتکار باید سرکوب بکنیم. دیگه ما با طالب چه قسم تعامل کنیم؟ با کرزی تعامل کردیم، با اشرف غنی تعامل کردیم، قدرت آورد تسلیمش کرد. امروز پنشهر که جایگاه قهرمان ملی بود، زادگاهش بود، در اونجا کمپای تروریستی ساخته میشه. میفهمی این را به خاطری چی میکنه؟ به خاطری که توی پنشهری برنام شوی. این کار را به خاطری میکنه که عزت و شرفی تو پنشهری زیر سوال بره، به دنیا نشان بده که تروریست ها در کنر نیست، در خوست نیست، در پتکیان نیست، در پنشهر است. در او سرزمین معدن و حلم فرهنگ بدخشان 20,000 تروریست طالب برده است، جای به جای کرده است. آیا ما او تو جزدی که دوستم واری یک کسی که تجربه جنگ داره، صداقت و اخلاص داره، جز از او کی را بیاریم؟ آیا عتیق الله بریاله را بیاریم که عتیق الله بریاله قماندان ما بود؟ تمام تروریست هایی که در وقت عصر زمان در چنگال ما بود تمامش در برابر یک مشت پول آزاد کرد، ما با او اعتماد کنیم؟ دگر والی عزیز، اینم یفتلی را که میبینی در میبینی تمام اعضای خانواده شد در دوره کرزی اشرف غنی قربانی کرده است. اما تقدیری که ما شدم 20 بار مکتوب نوشته شد
نوشته شده که باید من در زندان برم، اما زورشان نکشیده که مرا در زندان رایی کنم. دگر والی عزیز، خودت این گپارا خوب صحیح میفهمی، پس میای خودت بالای من انتقاد میکنی که یفتلی احساساتی حرف میزنه. یفتلی درد داره، یفتلی حرفی را که میزنه از قلب مردم افغانستان میزنه. آیا ما تو 1 میلیون زن بیوه نداریم؟ آیا ما تو 5 میلیون طفل یتیم نداریم؟ امینا را که یتیم ساخته است، کرزی اشرف غنی با همکاری خلیلزاد توسط همی گروه تروریستی، توسط همی گروه تروریستی. پس ما در برابر یا چی کنیم؟ امی کسی را که ما و تو من عیس سرقمندان یلا از اموی آدم امایت میکردیم، آقای غنی ادمر یا دگراش، آیا 10,000 تروریست در کابل کسایی که تمام خانواده محترم را قتل کرده و آزاد نکرد؟ پس خودت میخوایی که کی خفه نشود؟ کرزی خفه نشود، اشرف غنی خفه نشود، حدمر خفه نشود، یا خودت امیر را میخوایی؟ من میگم نه، هر کسی که عزت و شرف ما رو تر حفظ میکنه، ما در پلوش استاد میشیم باید تالی و سرکوب کنیم. امروز احمد مسعود من حیث فرزند یک قهرمان ملی واقعا مبارزه کرده است، واقعا صداقت اخلاص داره، اما امور کی نمیمونه که در برابر دشمن بجنگه. ما تو قوم تبارش، ما تو در برابرش موضع میگیریم، ما تو میخواهیم که جایگاه از زیر سوال ببریم. وقتی که احمد مسعود کمر بسته کرد که در پنشیر انقلاب کنه، امرالله صالح 40 میلیون دلار گرفت رفت اونجا، خواست که احمد مسعود تضعیف کنه، خواست که احمد مسعود شکست بده. ببین این کارهاییست که ما نمیتونیم از چشم گوش مردم پنهان بسازیم. اگر احمد مسعود دمو اصل زمان بالای امی آدم اعتماد نمیکرد، بالای دوستم اعتماد میکرد، شاید ما این قدر ذلیل نمیشدیم. بالای یک ازاره اعتماد میکرد، شاید ما این قدر ذلیل نمیشدیم. بدبختی دمی بود که ما یک تعداد جاسوسا در پلوی احمد مسعود بود. بعد از اینکه عامر صاحب شهید از این دنیا رفت، واقعا که ملت تاجیک، ازبک، هزاره یتیم شد، اقوام افغانستان یتیم شد. قدرت سیاسی ما همیشه در دست جاسوسا بود. دگر وال سیبی عزیز، ما و شما درد داریم، ما و شما در کشورهای بیگانه آواره هستیم. ما اعمال همه امکانات دارم، همه امکانات در اختیارم است، اما نمیخوایم که در اینجا با این امکانات زندگی کنم. میخوایم که توسط مرمی طالب دوانم وطن کشته شود، اما این کار چی وقت میخوایم؟ وقتی که یک کسی که به او وطن صادق باشه، در رأس حاکمیت باشه، من اینه ایسی سربازش باید برم در وطن بجنگم. این را با افتخار میگم. اگر صدای ما را مارشال دوستم میشنوی، مارشال دوستم کمر تبسته که پشت این انسانهای بیغیرت نگد که تر در او جا در او کشورها مصروف ساختن، اونا از سازمانهای تروریستی پول میگیرن، جبه مقاومت ملی ساختن، پشت مقاومت ملی نگرد، کمر را بسته که مقاومت ملی از تو حمایت نکنه، باید مردم افغانستان حمایت کنم. من این عیس یک سرباد وطن از تو حمایت میکنم، زنان افغانستان از تو حمایت میکنه، احمد مسعود از تو حمایت میکنه، یا یاسین ضیا از تو حمایت میکنه، به خاطر اینکه هر کسی که طالب بزنه امروز مردم از او حمایت میکنه، از تو حمایت میکنه. تو بیا من عیس یک ریش سفید استاد شو. ما مردم ها در پلوت هستیم، به خاطر عزت شرف اون مردم ای پیره مسلحانه در برابر یک گروه جهل تاریک مبارزه میکنیم. دگر وال سیوی عزیز، 3 سال مکمل میشود که 3 سال مکمل است که ما و شما به طالب چانس داده رویستیم. میگم که دوستم در قدرت شریک نکو، استادتا را شریک نکو، صلاح الدین ربانی را شریک نکو، احمد مسعود را شریک نکو، مردم افغانستان را شریک کو. برو طرف انتخابات، امو طالب ازبکی را که باورداری امو را در قدرت شریک کو، امو طالب تاجیکی را که باورداری امو را در قدرت شریک کن. اما ببین اونا به خاطر پشتونوالیش بالای امونا اعتماد نداره، امونا را در قدرت شریک نمیکنه. او رو از زبان سخنگوی طالبا میشنوی که میگه که ما شایسته ها را در قدرت میاریم. آیا تو دانی خدا در ما بین امقا تاجیک ازبک هزاره یک شایسته پیدا نمیشود که برادر جانی من باشی؟ ملا هیبت الله رهبری طالبا، او مولوی دگشت رئیس الوزراء، ملا غنیش هم معاون رئیس الوزراء، او بغلانی دگه که ای تایخانه که با اسقاط در یک مسجد لواطت کرده بود، او معاون اقتصادی طالبا که ای تایخانه که با اسقاط بغلان فرارش داده بودن که مولوی کبیر
که او در تایخانه که با اعتقال در یک مسجد امام بود، در تایخانه که با اعتقالی چی یک بچه را لواطت کرد، از اونجا فرار کرد. او امروز معاون اقتصادی طالبان. آیا دمق وزیرا، دمق کابینه یک شایسته از اقوام دیگه پیدا نمیشود؟ آیا این توهین نیست اگر ولسی با ملت های دیگه که وقتی که سخنگوی طالبان میآید میگه که ما شایسته ها را در قدرت شریک میکنیم؟ آیا شایسته ها هم یک قومی خاص دیگه اقوام شایسته ندارد؟ پس اگر ولسی در مقابل چنین گروه جهل تاریک ما و خودت به کدام زبان حرف بزنیم؟ ما و شما با اونا چه قسم حرف بزنیم؟ دگر ولی عزیز خودت میای مرا محکوم میکنی، ما درد دارم، ما تمام خانواده‌ام از دست دادیم، ما خوش نیستم در این میگه سلام افتلی بزرگوار دوستا عزیز کسایی که در پایین برنامه هستین ریپورت میزنن به خاطر که نتونیم ویدیوی خود را دانلود کنیم یا دیدگاه نظر دوستا را داشته باشیم با چند تا کامنت قلبک یا لایک کردن خود مجانی است. اگر لایک ها 50,000 شوه به فاریو میره بیننده ما هم درست میشه، ویدیوی ما با کیفیت بالا میتونیم حداقل 1 ساعت 2 ساعت بعد در جایی که تعلق به ما داره به خاطر بیدارسازی از هان عامه پخش و نشر کنیم. کدام هدف دیگر نداریم، هدف ما بیدارسازی است، دشمن شناسی است. دیگه ما باید آدمای بزدل و ترسویی که در بن ما را فروخت دیگه این اینا به ما نیاز نیست، این در سطل کثافات زبالدانی تاریخ سپرده شود. ببینین دوستای عزیز، امرالله صالح وقتی در اقتدار معاونیت رسید تلاش شنیمی بود که قوم محترم پشتون، تاجک، ازبک، هزاره را با هم برادر بکنه. یک سیاست اشتباه را پیش گرفت، لنگوته زرد زد، آمد گفت اخوند تو پاتی دی، جمعیتی تو ختم دی. ای بی خبر از ای گپ که ای وطن در تاریخش چی گذشته، ای مقابل ما کدام مردم است. همه موارد را نادیده گرفت، در مقطع پایینی اون دیدیم با چی یک رزالت، ذلت، زبونیت فرار کرد و حال هم که در بیرون است بازم با امو کمپیوترکار آقای محیب و لنگ اتمر و همسالم تماس داره، بعد میاره در واتسپش شماره در داخل افغانستان افغان بیسیم و روشن و اتصالات هم میاره، میگه اینی واتسپ نمبر هم هست، کسای مقامت میکنه در این پیام ببانه. ده دقیقه بعد وقتی طالب متوجه میشه میگه ببان کامرالله صالح یک ذره چتمت بکنه که 4 تا بچه که درست در انترنت بلدیت نداره، باز طرف اونا واتسپ از زیر غیر فعال میکنه، یک سیمکار تازه را جور میکنن، شماره را تصاحب میکنن، واتساپ درست میکنن، بعد بچه اندرابی و پنجشیری تازه آمده امرالله خان فلانه جا هستم، اینی لوکیشن هم اینه، ای کارا رو هم کردیم، گزارش میده استخبارات طالب میردن فرقش مرمی میزنن. اینه ای کسی که میگه روی اطلاعات ما حساب کو، اینی کسی که اینه ایقا مردم افغانستان، ای آدم با ملاف و پتاقش دلبسته خود ساخته بود که مردم هیچ فکر نمیکرد که نظام جمهوریت اشرف غنی چپلکش بی بی گل ازارش در دستش میگریزه و امرالله هیچ اصلا معلوم نمیشه که در کجا است و طالب میه حاکم میشه، بچه های از اینا را در مقابل چشمشان تک تک سلاخی میکنن، محکمه سرایی میکنن. یعنی مردم ما در یک حالتی وضعیتی بالایشان آمد که هیچگاه تصورش نکرده بودن. بنام دوستا زیاد پرعرفی نمیکنیم، امی آقای مجیب رحمانی برادر بسیار میبخشی که من اکانت شما با من نابلد شده بود، خیلی وقتا احساس میکردم که شاید کس دیگه باشه یا کدام اوغان توپ بالا به دشنام بده، بالا نمی آوردم. برادر از شما میشنویم، بفرمایید. من سلام عرض میکنم خدمت شما فروتن عزیز و جنرال صاحب و دگروال صاحب محترم و کنان جان عزیز. دوستای عزیز بحثای خیلی شیرینی داشتیم، من زیاد شنیدم از پیشتردم، یک ساعت است که من در پای حرفای شما هستم. شناخت ما از پشتونا، شناخت نظر خود من، شناخت خود من پشتون، یعنی اول که یک پشتون از یک قوم است، دوم من اولش دومش یک اولش در البته در حوالش یک ایدئولوژی است. جناب سید افتی وایس کنان بسته کنین که صدای انعکاس نکنه، یعنی پختونوالی صهیونیستی، ما با این یک دشمن روبرو هستیم. یعنی شناخت اگه ما میخوایم مبارزه بکنیم اول باید شناخت دقیق داشته باشیم که ما با کی مبارزه میکنیم. ما با یک ایدئولوژی بسیار خطرناک قوی تر از اسلامی، قوی تر از اسلامی، مخلوطی از اسلامی و پختونوالی صهیونیستی ما روبرو هستیم. این حالا نمیشه که ما بگویم برادر هستی وازو بیاد از سر شانه فرق بزن، همیشه من برادر بزرگت هستم، تو برادر کوچکم هستی، سالهای سال دسترت بزنم ای صدایت هم نکشیم. اولا نیم شناخت قوی کردیم، شناخت قوی کردیم و میتونیم پیش بریم. اگر نه بدون شناخت قوی
باز هنمو خرک است و هنمو درک، هنمو سیاست های گذشته که کثیفی که بن پایش گذاشتن تا الان هم ادامه داشت. حالا میگن که مثلا این سیاسون گذشته را بخواید بخواد یا خودشون کارنامه هایشون خودشون را به خاک سپارد، نیازی به من و تو نیاز کسی دیگه نیست که یاره به خاک بسپاره. گور یا گور کردن، یا گور خود خودشون با دست خود خود کندن، دیگه نیازی نیست. این حالا یک نسل جدید بیاید با مفکوری جدید و یک ایدولوژی جدید، ایدولوژی قوی که در مقابل ایدولوژی صهیونیستی پشتونوالی باید مبارزه کنه. با ایدولوژی، با اون، با برادر گفتن، با جانمستی و با قربان ما برابر هستیم، ما برادر هستیم، پختون ما هستی و همشه وطن دور ما هستیم. نه، این نر ماده ازی، سکولار ازی، بیدین ازی، ملا ازی، چلی ازی، شب و روز دارن لابیگری میکنن. بعضی هایش میاد چنان با ظرافت لابیگری میکنن، چنان با ظرافت لابیگری میکنه که اگه آدم کمی کمی احساس همه آگهی سیاسی، آگهی تاریخ را نفهمه، سری گول از یارا میخوره. چرا که اکثر جوانای ما همی گول خوردن که به خاطر خود میگه ما افغان هستیم. نتیجه این همی غافل بودن از سیاست است. چنان با ظرافت، چنان با باریکی میان همی مسئله را مطرح میکنن که دل نمی جوان را به دست میارن، دل نمی مردم ما را به دست میارن که ولی چه خوب حرفای شیرینی میزنه، ما برادر هستیم، برابر هستیم. ولی در تقسیم که میشه برو بدر بیشتر جنرال صاحب بگو که سر همین تاجی که خودت اعتماد که بیان با خدا اگه سرش اعتماد کنه دمرت باز سر ازبک، سر ازبک خود به خدا اگه اعتبار کنه که ازبک خود ازبک بیاره در حتی یک وزارت برش بده نمیده، این کارو نمیکنه. یعنی ما شما چه ازبک چه تاجیک چه هزاره باید یک مشت محکم شویم با خدای جنرال صاحب میاد، هر کسی که بتونه در دان از یا بزنه، چی ازبک است چه تاجیک است این مهم نیست، حتی یک گندوی ما میتونه بیاد بیاد در راستش، بیاد در راست بیاد بگیره، ما از رعیتش میشیم. این دلیل نمیشه که تا به کی 300 سال مدام لایف قبلی هم گفتم 300 سال حکومت پشتونگالی همین شما تو را خدا همین هر دفعه زمین نخبگاه زمین همین سوال بکنی زمین 300 سال چی گلا به آب داده؟ این چی یک کشوری ما درست کردیم؟ ما چی درست کردیم؟ همین آسل 300 ساله شما یک کشوری که بخواید توسعه پیدا کنه 30 سال عمر، 30 سال کافی از برش یک برنامه توسعه که خودش را برسانه در یک سطح یک کشور جهان اول 30 سال برنامه بگذاره برش، در همین 30 سال خود میرسانه. همین 300 سال طلایی در دست زیاد بود ما را به مون بدبختیه که در مون 300 سال مون دونه مون تمام نقطه اول هستیم، ما یک قدم پیش نرفتیم. ولی گپ هم بزنی تو کولابیستی، تو ازبکستانیستی، تو ایرانیستی، تو تاجیکستانیستی، اینه می نمی چیزا می کشن. ولی همه از پس او از اون طایفه گله ندارم، از اون طایفه نمی مرامشان از اینمی دینشان است. بیشتر از اینکه مسلمان باشن گفتم پختونوالی یک دین است. این پختونوالی را که اگر نشناسی یک دین بر خودان تراشید، یعنی یک دین در درون دیگه دین. اینمی تو اگر نشناسیشان گل حرفایشان هم میخوری. چرا جوانای ما بعد از جوانا گل میخورن که آی ای پختونوالیست پختون نیستن یا پشتونای ماستن برادرای ماستن. خب برادر تا برادر تا 300 سالی برادر کلان چی کرده به ما؟ چی درست کرده برای ما؟ چی کار مثبتی انجام داده؟ کشور ما رو به قهقرا برد. آقای رحمانی بزرگوار، دوستا عزیز همین مایکایتون رو ببندین، صدای نکاس پیدا میکنه. از بانو از زنواری هم اگر مشکل شون حل شده باشه کمرهشون رو باز کنه بهتر میشه. جناب دگروال سید بزرگوار، در رابطه با صحبت های دوستا اگر دفاعی دارین بفرمایید. بازم سلام مجدد خدمت دوستا. ما از وطندارای پشتون گله میکنیم ولی متاسفانه سر امو کرکتر و سر اخلاق خودم و اخلاق از وقت تاثیر منفی کرده. ما از اونا گله بکنیم، از خود چی گله کنیم؟ مثلا جناب دگروال سیب، یک صحبت یک آدم پوزش تا به هنوز در افغانستان هیچ دختر یا زن یا مرد غیر از اوغان در خود واسکت بسته نکرده، کدام مسجده که پشتون در او نماز میخوانه نکفانده، کدام مکتبه که بچه پشتون در او درس بخوانه آتش نزده،
کدام زایشگاهی که زن پشتون در حالت زایمان باشه عمل غیر گو... انجام ندادن. گوش نمیگیره خیف دکتر فروتن. هر دکتر صف... دکتر صف... گوش بکن. انجام دادن جناب دگر ورد. من گپ تو را فهمیدم. گپ ما دیگه چیز است ها؟ مشکل ما در این است که تا که اگه آدم فهمید دانش واز میشه دو کلمه گپ میزنه بجای از این که مفهوم گپ یک آدم ما گوش کنیم بفهمیم به عمق مطلب برسیم آجل عمله میکنیم سر شخصیت از او سر دان از او فهمید گپ از او رو در گلونش خفا میکنیم یک پیر یک آدم بشنوه که یک آدم چی میگه مطلب یک گپ بفهمیم یک آدم باید بفهمه اگر ما مثلا مطلب گوش کرد اگر نباشیم یک شنونده خوب نباشیم فرق ما با یک مثلا آدم جاهلی که از آدرس پشتون فهمید در تیک تاک 24 ساعت مردم دو دشنام میزنه چی است؟ آیا ما باید شخصیت ما رو با همون یک شخصیت فهمید ما وزن کنیم مقایسه کنیم خوی خوبش نمیاد مخ یک آدم فحاش نیستم ما خیلی یک آدم لاوبالی مثل عزیز پولاد مثل دگه و دگه نیستم با امیدی سواد نداشته باشم تمام روز بیادر از آدرس قوم از آدرس دگه هر کسی را دو دشنام بزنم او کار لچک هسته اگر شما خدا نخواسته توقع عزیز را داره که ما در ایش صفت با امیدی دگر والسد بیا مردم از دو بزن جناب دگر والسد من ایگه پا بزنم نمیدن اینمی برنامه ما هدفش وضاحت دادن تاریخ و وضعیت فعلی وضاحت دادن منطقی تاریخ و علمی تاریخ هدفت است یا دیگه ای که شروع کنم مثل عزیز پولاد مثل کی رو واره مبین مویچی واره و مثل دوباره واره دو بزنم جناب دگروال صاحب وقتی ما میگیم در تاریخ افغانستان در مقطع نظام جمهوریت یک زن پشتون خود کفان حکمتیار مسئولیت چه گرفت سرکه بگرام زن پشتون بود اگر ما میگیم 11,000 حمله انتحاری در افغانستان صورت گرفت کسایی که خود ترقان زبانش پشتو بود مربوط قوم افغان میشد یعنی توهین نمیکنیم نفرین خدا برای کسایی که خدای نخواسته بیا با یک قوم یک ملت توهین بکنه ولی گفتن حقیقت را اگر سانسور بکنیم به می وجدان ما نزد شرمنده میشیم آله یک گپ هست خب آلی اینیم بخشت تو گفتی که مثلا زبانش پشتو بود چید آیا بر من لازم است که من همین گپت را دوباره پس از سر تکرار کنم وقت ضایع کنم فهمیدی همون گپ گفتگی را با دوباره تکرار کنم خب ما که مطلب را که کدام مطلب را که من گفتم سر از اون مطلب که من که توجه شده که من چی میگم چی گفتم ای دوله گپ مرا کسی شنیده باشه نمیگه تا که می گپ از دان ما بر اومد در اون طرف وامید کنانجان آمد پنج ستا علک ولی نفر امرلا ساله است او کدام کامنت نوشته کرد یک چیز دیگه یه افتالی سب کامنت نکنید اگر ورسه کامنت که بخونید نمارد یه افتالی سب از اونجا چی کرد که الان ولی سر من انتقاد کرده او برادر انتقاد یک آدم که یک گپ اگه زد فهمیدی او را گوش میگیرند تا آخر یفتلی را من میشناسم خب ما یفتلی احتمال داره اگه ای از عربی پنتون جمعیت فارغ شده باشه اونجا را خوانده باشه اندوالای بیخی دوره جوانیستیم تو میده یعنی یک آدم باید اما عمق مطلب یک آدم گوش بکنه که ما چی میگیم ما خدا نخواسته از خودتی توقع را ندارم که تو از من انتظار داشته باشی که من من حیث یک آدم مثلا فحاش یک آدم دهن بد یک آدم مثلا سبک بیایم به شخصیت ها توهین کنم به اقوام توهین کنم اما خامی ها و حقایق که مثلا در وطن ما و شما تیر شده کلگیری ما میگم من از یک فهمیدی از کسی باک ندارم هر کس هر جنایتی را کرده من دین رو پر روز گفتم فهمیدی ما که از خودم مثلا نشان گرفتم میره و میگم که فلانی کرد یک کس به مقابل ما خب فهمیده هیچ پیش ما آنتن نمیده فهمیده آمدیم سر مطلب چیز کدام برادر ما گفت که خواهر ما گفت بخل ما خواهر مبارز گفت که مصلحت اندیشی واقعیت مصلحت اندیشی بد است
واقعیت مصلحت اندیشی بد است، یک کار خوب نیست. مصلحت اندیشی بسیار 1% کم معقول گنجایش مصلحت اندیشی باید وجود داشته باشد، اما در هر گپ مصلحت اندیشی باعث هلاکت است، باعث نقص است. نباید در گپ ما شما مصلحت اندیشی کنیم یا حقایق نادیده بگیریم، گذشته تاریخی را مثلا نادیده بگیریم. ای نشانه جهالت لاعلمی یک آدم است که یک آدم علم نمی داشته باشه، معلومات از گذشته نمی داشته باشه، از گذشته تجربه نمی گیره، مصلحت اندیشی به جای میکنه. او را سبکسری میگن، مصلحت اندیشی نمیگن. اما یک جای است که قهرمان ملی مثلا میگه که آسیاب آب انداختن با آسیاب دشمن کار خوب نیست. متوجه میشی؟ بسیاری گپا سال پیشتر ما به کنان جان گفتم که باز تو در واتساب کهتی من بیا که مدرس هم سعی همو گفته هم مردکه که میگه که بدر بچه من ملاک کمامید ما یک کوچ میریم تو باز بیا که امید اگه کج رفت اگر هم بودید مدرس این ملا بسازم. یک اتاق فکر است باز در اوجه ما اضافه میکنم حتما با دوستا درست جر بس میکنه. عرض ما را گوش که عرض ما را گوش که باید ما شما باید در شخصی خب باز این گپ تکرار شد. بگذار دقیقا مرسی صحبتاش تکمیل شد آقای کنان. اجازه بده یک متاسفانه یک موضوع دیگه است که ایرم ما بیشتر میخوایم توضیح بتم در امو اتاق فکر که گفتی لازم است که باید ما ایره شریک بسازم و ما هدف عزیز که مثلا به پیش خود شما در این صفحه هم آمدیم میخوایم ما ایره تقویه کنم و روشن کنم به کلگی و جوانا بفامن که ما ایگه پا درک کردیم و از ایگه برنج میبرن مردم ما و شما برنج میبرن و از ایگه تاوان بسیار زیاد دیدیم که حضور ضعیف وطندارای غیر پشتون یا اقوام غیر پشتون مثلا در جهان آزاد مخصوصا در اروپا در امریکا حضور ما و شما قطعا ضعیف است، حضور ما و شما غیر مؤثر است. شاید احتمال داره مثلا از تعداد پشتونایی که در اروپا یا امریکا هستن غیر پشتونا نفوسش زیاد باشه، اما کسایی که در ایجه هست اینا حضور مؤثر دارن و حضور ما و شما غیر مؤثر است. کی گپ لازم به توضیح داره که ویره در ایجه توضیح دادنش خونش نمیه. دلیلش ما و شما خبرنگارای مثلا خوب داریم، اما خبرنگارای داریم که هیچ گونه مثلا برنامه درستی ندارن تو میده که بتانن اهداف برسانن. ما و شما خوب جوانای با استعداد دمیج داریم ولی اونا مصروف موضوعات شخصی هستن، مصروف موضوعات انحرافی هستن که نمیتانن. مسئولین زمامداران پشتون جوانایشان که استعداد داره با اونا تماس میگیره اگر اونا مشکل دارن ما میرم میگم نه خود تو گوش نمیگیری از ما مثلا ابراهیمان پدرام که وکیل پارلمان بود تا او روز کار ما... شاقه در ترکیه انجام میداد یک کس امیره عرض ما رو گوش کن. ما امیره با امیره میخواستم بگویم ما شما کلانای ما با وجود از این که مثلا امیال دسید از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مثلا شخصیتی تاوان کردین، ضربه دیدین، مشکلات روزمره میبینند، به تاوانشان روزمره اضافه شده روان است نمبر 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100 فهمیده؟ ولی در این گپ هیچ گونه مثلا اقدام ندارن، هیچ گونه پلانگذاری ندارن که باید از این تاوان چه قسم جلوگیری کنند. حضور مؤثر باید داشته باشن، باید فعالیت های فرهنگی داشته باشن، فعالیت های مثلا سیاسی داشته باشن، لابی کنند، بروند با دیگه مردم ها تماس بگیرند، جوان ها را مثلا در حرکت در بیارند،
جوانا را سپورت کنن، کمک کنن، مثل خودت کسی که هستی که مثلا این فعلا نمی سفر پیش میبری، باید به تو پلان برنامه بتن، فکر بتن، اندیشه بتن که تو در یک مسیر حرکت کنی که موثر باشه در اوجه، شخصیتت هم تبارز کنه و به قومت هم، به مردمت هم، به هدف مقدس هم که داری به او بهتر خوبتر برسی. ولی این کار غفلت زیاد است در این گپ امیده نشده. من از این گپ جگرخون هستم و در این یک مقدار فکر دارم در این راجع به این موضوع. دیگه یفتلی صاحب بسیار گلکت از پیش من که بیدر که والا مرا ای طور گفتی و تو من تو کدام چیز خدا نخواسته بعد ایتر نگفتیم. من ایره گفتم، گفتم که به اندازه که خودت امید قهر هستی من نمیخوایم قهر باشم. دیگه مارشال صاحب دوستم هم شخصیتش به امید یک شخصیت بزرگ است، ملی است. دیگه زیاد اگر ما و شما سر یک شخص تاکید کنیم احتمال داره که امید باید کسای دیگه بگن که والا این وابسته به یک جناح است، وابسته به یک شخصیت است. قسمه که کنان جان پیشتر مرا گفت که این نفر امرالله صالح است، مالا او امرالله صالح را بشناسم یا دیده باشم. غیر دمی تلویزیون ها و غیر دمی مطبوعات بیچاره را فهمیدم و گپ پایشه. خب هر کسی را ما نقد خود داریم. من پیش خودم فهمیده یک آدمی هستم، امرالله صالح پیش خودش هست. ما سر قانونی نقد داریم، سر دکتر عبدالله نقد داریم، سر استاد عطا نقد داریم، سر مارشال صاحب دوستم نقد داریم. من حیث کلان از این مملکت، من حیث بزرگ از این مثلا وطن، سر رهبرای قوم هزاره ما نقد داریم، سر استاد خلیلی، استاد محقق، سر بزرگای دیگه ما، سر هر کدام از بزرگای مثلا که مربوط به نام بزرگای کلانای پنشیر گفته میشه سر از یا نقد داریم. سر قماندانای ما مثلا که در شمالی بودن، کلانای کدامند فهمیده که بسیاری هایش رفیق هستن که چون روابط دارم، سر از اینا نقد داریم، پیشان گفتیم، فهمیده از نزدیک برشان صحبت کردیم، این موضوع رو مطرح کردیم که شما هر کار اک میکنه فعلا این کارای شما کار خوبش نیست، این کار به نقص وطن است، به کار به نقص مردم است، در آینده فهمیده شما اینی 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 توان میکنه. حال یکان تو مرا زنگ میزنم حالا میگه ما و شما بسیار اشتباه کردیم، وقت باید اقدام میکردیم. خب ما گفتم که بیادر وقت باید اقدام میکردیم. خب ما نه قماندان بودم ترواره، نه کدام قوا داشتم، نه کدام فهمید امکانات داشتم، نه دلار داشتم، نه دیگه فهمید کدام پروتکل داشتم که پیش دکتر عبدالله یا پیش مارشال فهیم یا پیش یک شخصیت دیگه خودم میتونستم رسانده، نداشتم. ولی تو که داشتی اقدام نکردی، تو که نفوذ در منطقه داشتی اقدام نکردی، پیش از پیش فهمید مردم بیادر به این گپ آماده نساختی. آلی آب رفته فهمیدی چه فایده داره؟ آلی باید تو مرحله بعدی پلان نو باید بسنجی، چه قسم باید طالب تو زمینگیر کنی. طالب خب فهمیدی با این چهار تا ده و دشنام بیادر چی کدن که والا پشتون بدد فلانی بدد بستانی بدد، با این گپا طالب ضعیف نمیشه، طالب قوی میشه. باید ما شما پلان طرح کنیم به خاطر مثلا زدن طالب. اما تو طالب فهمیدی آمده در سر قریه و قصبه ما تو پست جور کده، برازی باید طرح پلان جور کنیم، برازی باید پلان ترتیب شود. ایره ایره باید در کجا در کجا در کجا در کجا باید فهمید ما و شما در مسیرش مزایمت بکنیم، در اکمالاتش، در حرکاتش، در زندگیش چه قسم بیدر ضعف از ایره رسانهی بسازیم که رسانه ها فهمید متوجه از ایگه بشه و جریان مقابل طالب فهمید کردت بتن که بگن این توی یک جریان در مقابل طالب موجود است که طالب دیگه منکر شده نتانه که من مخالف ندارم، فهمیدی؟ اینی طور یک چیز است. اگر ما شما مثلا یک گپی را ناشنیده و نگفته آجل یک سر دیگه حمله کنیم، فهمیدی این گپ به نظر من نتیجه نمیده. با فرق بین ما و شما خدا نخواسته و بین مثلا امو طالب یا امو فحاشایی که از آدرس پشتون یا یک گروه جل تاریک دیگه که حمله میکنن سر هر کسی، باز چی هست؟
ما آدم هستیم، خود به خود شخصیت قائل هستیم، یک اراضی لعو باش کوچه و بازار فهمی در قسم مردم رایت ما قطعه از خود طول نمیکنه. با پوزش جناب دگروال صاحب، در برنامه ما یکان دفعه ما بین دوستا هم تفاوت دیدگاه میداشته باشه، در چوکات عفت کلام ابراز نظر میشه، اما هیچگاه خدای نخواسته الفاظ زشت و رکیک را ایجا کس در برابر کس بکار نمیبره. یک موضوع دیگه دمی میخواستم مایر گرچه دم و چی گفتی اتاق فکر یا همون گروپ واتساپ بیره بگویم برات، خوب حال بهتر از همی جام بگویم. همی تلویزیون طلا و تلویزیون یک یک اصطلاع داشتن، هر گپ را یک نشر میکنن با میفت تلویزیون طلا ده ای گپ کدام نظر نداره، ای یک اعلان تجارتی بود رفت. یعنی نظریات و دیدگاه های مثلا اشتراک کننده ها مربوط خودشان میشه. بله. که امو اصول خبرنگاری، امو اصول مثلا امو جورنالیزم مراد شود، که یک آدم باز چی نکنه که بگه که ولی این مربوط از امی مسئول صفحه بود که امی کار ای چی کرد. یعنی همینطور یک اصل مراد شود به نظر ما بهتر است. سپاس لگروال شد بزرگوار. بانو از انواری، آقای کنان شما مایک طلبه از خانم انواری بشنویم. ما یک دو کلمه به ارتباط دگروال صاحب میگم. جناب دگروال صاحب، خدای نخواسته توهین یا تحقیر به شخصیت خودت نبوده، ولی بعض مواقع خودت یعنی ده پانزده دقیقه صحبت کردی را باز نشوشه ببین که چی گفتی. یعنی سر صحبت کردن با داود اشنام فرق میکنه، دیدگاه متفاوت نسبت به کسایی که به خاطر قدرت به خاطر مصلحت گفتن برادر اگر ما سریع حق حقوق مدنی جامعه خدا مطالبه بکنیم، شاید کسی که در رأس است یک پشتون باز وقتی صدای ما را شنید ما در موقف و جایگاه ما در خطر بفته. آل عمر ما چقدر مانده؟ امی کمی هر کسی بیا به مزور شمشیر اگر در یک موقف و جایگاه و در یک جای رسیدی، خب نرسیدی اموش هم درست نیست. حالا ما چرا میم مصلحت گونه صحبت میکنیم؟ چرا واضح و سره وقتی به ناموس ما تجاوز میشه، اراضی ما همه هست و بود ما را دست میتیم، دیگه چی داریم که نتیمش؟ همه چیز از دست دادیم، ما بیم سره صحبت بکنیم. یعنی ما پیشتر خودت که تشبیه دادم صحبت ها و دید و نگرش تا به امرالله صالح، امرالله صالح نمیال حکومت سقوط هم کرد، از معاونیت بی صلاحیت هم رفت در تبعید قرار داره، ولی این نمیال هم نمیگه که اینی جنایت اشرف غنی در برابر این ملت انجام داد. حالا ما چرا واضح و سریع صحبت نمی کنیم؟ من نمیگم که خودت خدای نخواسته بیا با لعن رکیک و زشت صحبت بکن، واضح و سریع. آقای کنان حتی گپ جای رسید که اشرف غنی گفت قبل از اینکه من از افغانستان بگریزم وزیر دفاعیم گریخت. امی بسم الله خان مردی امی نشد که بیای بگو یا برادر اینی کلیپ اینی اسناد امی آدمی روانی که بی بی گل تنبان خود تنبان بدست و ای آدم چبلک بدست فرار کردن دروغ میگه. اینی میگه گپ نزد و بزرگوار درد ما اینی نمی ما یک ویدیو را در صفحه نشر کردیم. خب آقای فروتن یک ویدیو را در صفحه ما نشر کردیم، امو جریان فرار اشرف غنی را نشان میده و امو ساعت که اشرف غنی فرار میکنه باز دو ساعت بعدش بسم الله خان قطعی امو بچه که لوی درسیز تا این کده بودن امو بچه که ترجمانه او قطعی از او قطعی یک نفر دیگه هم از که ما چه مو کیست در پالوی بسم الله خان استاد سه نفر با بسم الله خان اطمینان میده مردم که شما تشویش نکنه، ما در وزارت دفاع موجود هستیم، قوای امنیتی و دفاعی شما از شما حفاظت میکنه، از یک رئیس جمهور رفته شما هیچ گونه کدام تشویش را به خود راه نده. فهمیده؟ اونمو ویدیو خودش سند است که رئیس جمهور رفته، بسم الله خان دو ساعت بعدش هم فهمید در ریاست در وزارت دفاع موجود است و این دروغ اشرف غنی رو ثابت میکنه که اشرف غنی میگه که بدر بسم الله خان قبل از ما در طیاره رفته بود. او هم ویدیو رو یک بیره خودت سیل بکن معلوم بشه. وقتی که این اینمی حقایق برای کلگی واضح و هویداست، چرا آقای بسم الله محمدی نامد حداقل یک دفاعه نداشت؟
چرا نامد؟ چرا؟ چی دلیل است؟ چی سرخمی نه سخنگوی بسم الله محمدی استم، نه سخنگوی امرالله صالح قربان چه هم بامده. ما هم همین نقد خود تسر از اونا ما هم داره بسیار شدیدتر. فهمیدی؟ سپاس آقای کنان. امی خواهر ما را بانو از زن وری مایک تان باز کنین، بفرمایین. ببخشین کامره ما تلاش کردم بزنم نمیشه، مشکل نیست، چرا؟ فقط ما بر بله بعد تایید صحبتای همی برادرم قبلا صحبت داشتن، من به این نظر استم که بیایم یک برنامه داشته باشیم و هدفمند، که هر شب ما اگه پای لایف میاییم بفهمیم که مثلا یک بانو عزیز صدایتان قطع میشه، قطع میشه. یک هدفی پیش رفتیم به خاطر همین نجات وطن ما یا مردم ما. من چند لحظه پیش در یک لایف دیگه بودم، بسیار در می باره صحبت میکردن، اما در نهایت من متوجه شدم که اینا فقط مثلا از یک جنا به نام خراسان، به نام ایگپا تبلیغ میکنن و صحبت میکنن، که این خودش تخریب همه فعالانی است که میخواین برای نجات وطن ما واقعا به یک نتیجه مثبت باشن. وطن ما دو تا نام داره، نام اصیل بومی، یک سقف بزرگ که تعلق به هیچ تباره نداره. مردم افغانستان هم و عزت و شرفشان در زیر از او حفظ است. امی خراسان است، یک نام تک قومی که پسانی را افغانستان نام کردن. بدبختانه حال دنیا ما را به این نام جعلی قومی مشناسه. حال اگر یک آدم بیایه بگویه ما به صفت یک بچه خراسان از سرزمین خراسان، یعنی آسمان به زمین نمیفته، نمیخوره. در آلمان مستم این را یک دفع جرمن میگن، بعد من میگن این دوچلند. اگر ما هم وطن من مثل کشورهای متمدن دنیا یک شهروندش بلند میشه که من خراسانی هستم، یا یک بچه که پشتو صحبت میکنه میگه من اوغان یا افغانستانی هستم، هیچ اشکالی نداره. هر دویش بازمی با می دو زبان با دو نام و نمو سرزمین هم میگه. بنا نباید در برابر او آدمایی که میگه خراسان ما بیاییم خدای نخواسته بیستیم. خراسان خواهی یا کسی که میگه من خراسانی هستم، او حس انسانیش وادارش کرده که این نام بومی و اصیل و سرزمین بگیره. بله من موافق هستم. هدف ما این نبود، هدف ما ایست که مثلا طالب امیال به نام قوم پشتون از امو پشتون سوء استفاده میکنه و بیشترین ضربه را به خود قوم پشتون میزنن. یعنی من میگم از نام خراسان نباید سوء استفاده شود به نام یک جناب. بر مثال مجبور کرده نام ببرم، مثلا برای مثال آمده بودن برای تخریب آقای پدرام، مثلا میگفتن که اینا حتی به نام فدرال آشنا نبودن، نمیدانم ما و اینا رو فاماندیم از این گپا. و خودشان با این که یک کسی که سمبول امی خراسان ما فعلا آقای پدرام رو میشناسیم، ولی اینا داشتن اونا رو مثلا دمی لایف تخریب میکردن و از یک جنای دیگر حمایت میکردن و به نام خراسان، و میگفتن اینا قبلا اصلا با نام دولت فدرال آشنایی نداشتن. وقتی که ما بر اینا تشریح کردیم اینا یک دفعه جا خوردن، ایران ماندن، و بعد از او دیدیم که آقای پدرام در میدیا آمد. ببین یک دروغ بسیار رمی به نفع خودشان استفاده میکنن و به نام خراسان، از نام خراسان سوء استفاده میکنن، که در حقیقت اگر ریشه یابی کنیم بتر امی ما فارسی زبان ها را از هم جدا میکنه و گروه گروه میسازه. باید هوشیارانه متوجه نمی چیزا ما باشیم. سپاس بانو عزیزه. خواهر جنرال سبی افتالی بزرگوار شما حرفی دارین بفرمایین، و بعد آقای آقای رحمانی مایک تون باز بکنیم، بعد جنرال سبی افتلی در مقطع پایینی هم آقای محمدی. جنرال سبی، من یک کلام میخوام صحبت کنم با اگر واسه با آقای محمدی.
منظور ما این نیست که ما بیایم فحاشی کنیم، از شما هم چه انتظاری داشته باشیم که اصلا در شأن ما و شما و در شأن شما و در شأن هیچ کدام ما نیست که بیایم فحش بدیم. منظور ما این است که چنان امی نخبگان روشن فکری پشتون چنان با ظرافت، چنان با زیرکی لابیگری طالب را میکنن که ذهنیت جوان تاجیک من، ذهنیت ازبک من، ذهنیت ازاره ما را، ذهنیت اونا ما را عقب قرار گرفته، نه ذهنیت اونا رو. ولی ما با شما میایم گفته مطمئن دارد با مصلحتی گپ میدیم، دو دلی چرا؟ چی داریم ما؟ چی عدس دادن عدس دادن داریم؟ کل چیز ما را گفت به قول دوستا گرفته، نه خانه ما را سر خانه ما پوسته زدیم، زن دختر مردم از کروی شرک کش کرده میگیرن میبرن دیگه. با بیایم ما بگیم ولی بگیم یا برادر به هیچ عنوان نمیتونیم ما با یا آب و ما و شما با یک جوی نمیره با یا دیر یا زود. حالا خب یعنی در جریان مقاومت سرتاسری میشه، ولی پیش از سرتاسری شدن ما باید یک مانیفیست قوی در مقابل صهیونیسم پشتون ولی باید داشته باشیم که در دان ازی بزنی. این رقم نمیشه که ما بگویم که خراسان است با تاجکستان است و نمیفهمم پشتون است افغانستان است. هر کسی که هر ایده داره، ایده قوی محکم شهروند محور باشن، نه که دیگه دوباره با قوم وتر باشه، قوم بزرگتر باشه، قوم کوچکتر باشه، باز اونمو آش باشه، اونمو کاسه، اونمو مصلحت های گذشته. منظور ما این بود، نه منظور ما که خدای نخواسته ما شما را از شما انتظار داشته باشیم که با این سن سال به این پوش بدیم. او بس فحاش های تیک تاک کلن جداست. ما را در سر آنو میبینیم، مثلا نامایشان را نمیگیرم، نامایشان را بگیری خود در سر داره آقای فروتن میشناسه کی هستن. چنان با در برنامه های رزاق مامون هم دیدیم چنان با ظرافت میان لابیگری طالب را میکنن که باورت نمیشه که با این نکتایی با این جهالت بدبیت طالب را بیا لابیگری بکنن. ولی میکنن، زنش میاد لابیگری میکنه، ملایش میاد لابیگری میکنه، بیدینش میاد لابیگری میکنه. هدفش از 300 سال اونمو برنامه طالب کنیمی داره، اونمو 300 سال پیشم اونمو برنامه داره، آلم این برنامه را دارن. ما و شما غافل هستیم، وای ایده سر کلی ازو بزن، رو سر کلی ازو بزن. پیش از همه چیز ما و شما یک امو اتاق فکر میگن، مانیفیست میگن، هر چی که میگن اون امور رو باید طراحی کنیم، نه چیزای دیگه. سپاس در واتساپ امی تیک تاک من فالوی تان دارم، شما امی واتساپ تان روان کنین که دا آینده بشناسم تان. چند شبی دیگه هم ایج نمشناختم، امی شب هم دل نادل بالا آوردم، نگران بودم که حالا کدام تا از آدرس پتخزانه بلند شده کام تصویر مبتذل یا خدای نخواسته کدام میمان دشنام نته. که اینو ما باور نداریم. کسایی که اگر افغان هستن به افغانیت و اسلامیت عقیده دارن، اونا در تیک تاک کارایی میکنن که یعنی ما نگران شخصیت اویده، کسایی که در برنامه میان ما شخصیت خود هستیم که نشه یک آدم یک جای خود متاسفانه اما تیک تاک از طرف برادرای پشتون هر دقیقه در هر تیک تاک لایف اول امی باش امی باشه رو باید جا بندازی که فاشیزم پختونوالی یا صهیونیسم پختونوالی اینمیا خطرناکتر از از طالب چیز هستن، اقانی خطک هستن، نمیدن مکور خطک هستن. بیشترین چیزی که خطرناکتر است از این اینا هستن، نه این جماعت دیگه. چه خلقی هاش هم اینمی چیز اینمی برنامه را داشتن، همی پلان را داشتن. حالا نامش خلق بود، این نامش طالب است، این نامش امان الله خان بود، این نامش ظاهر شاه بود، این نامش یک چیز دیگه است. او با لونگی بود، او با کراوات بود، او با یک چیز دیگه آمده بود. کلشان یک برنامه دارن. حالا از میگن خلق تا پشتون چی نرسیده، پایده نرسیده. چرا نرسیده؟ در قندوز کی جا به جای شده؟ در فاریاب کی جا به جای شده؟ در صفات شمال افغانستان تمام زمینای مرغوب و مردم افغانستان گرفتن، از بزور شده، برزور شده، از همین دولت های فاسد گذشتهشون بزور و از دست تاجیک، از دست ازبک و تاجیک و هزاره گرفتینه. این مال هم برنامه جریان داره. حالا با بیاییم بگوییم والا یا با دوست ما هستن، آبا تا با کی دوست، تا چه رقمی دوست هستیم؟ یا سپاس آقای افتلی مایتون باز بکنیم بعد کنان اگر نظر داشتی خوب نداشتی در مقطع پایینی هم
اگر خواهر ما گپ داشت خوب نداشت از آقای دگروال سید محمدی مشنویم، باز یک جا خداحافظی میکنیم. بازم درود فراوان برای خواهر عزیز، برای دوستا و دگروال سید. دگروال سید به نظر ما اینجا جای فاشگری نیست و هیچ کسی هم فاش کسی را نداده است و از خودت هم پیشتر دوستهای دیگه هم گفتی توقع را کسی نداره. آقای یفتلی بزرگوار، مک اگر میگم بی اشرف خانی چبلکایش در دستش بود ایشان مصاحبه دادن، این خدای نخواسته دشنام نیست، تاریخ افغانستانه. اگر ما میگم که خدای بی بی گل ازار به دست رفت، خودش میگه که بی بی گل کالایش در دستش، یک دو تا کالایش در دستش رسید، دیگه کالایش هم گرفته نتانست. منظور من لباس های از ایناست، دشنام نیست. اما بدبختانه یکان تا دزیر روشته میکنم که اینه فروتن برای جمهور و خانم شرفی بد گفت. تو برادر امی بی بی گل خب امو لباسش در دستش بود، خواهد من اون لباس پیرن داره، خود تنبان هم داره برادر. اگر اشرف غنی را میگم خود چبلک بدست، خب واقعیت خودش گفت که چبلک های خدا گرفتن دیگه چیزی بدست نیاوردم. در حالی که گبو نبود 230 میلیون دلار ای آدم در چرخبال پر کرد برد. آقای فروتن بگذار که همین گپای من خیلی تمام شد که یادم نروه. ببین ما باید سیاست تا بکی از یک تعداد مردم یاد بگیریم. آقای ادمری که طالبان را ساخت، او رو در برنامه دیگه واقعیت ها را گفتم، ولی جایش نیست که من در مورد آقای ادمر چی کنم. آقای ادمر میگه که جنگ رای حل نیست، جنگ رای حل نیست، باید ما ایرای تفاهم پیش بریم. پیشتر اشاره کردم که طالب آمده نیست که امو طالبی خود یک قطیش در سنگر جنگید است، ولایت های شمال آزاد کرد است، امو را در قدرت شریک کنه. خیلی طالب با کسی مذاکره میکنه، زمان مذاکره را میفهمه. باید ما چنین رفتار بکنیم که دیگرها رفتار میکنه، ادمر رفتار میکنه، اشرف غنی میره در بنامی حج میره با سراج الدین اقانی ملاقات میکنه. خب پس ما چی وقت هوشیار شیم؟ احمد مسعود مینایسی رهبر جبهه مقاومت، مینایسی فرزند قهرمان ملی، ما از او آدم توقع های زیاد داشتیم. هدف ما این بود که کسایی را، شخصیت هایی را در پلوش بگیره که او در سیاستاش موفق باشه. حتی این علاوه در اینکه یک تعداد مردم را در پلوش نگرفت، ولی باید واقعیت ها را بگیم که احمد مسعود بعد از همین امروز بهار نزدیک است خود اصلاح بکنه، یک برنامه قوی بگیره که ما موفق باشیم در برابر دشمن. وقتی که ما مینایس یک سرباز امو وطن اینمی گپا در ذهنم است که میگم که باید وزیر دفاع ما فعلا مارشال بوستون باشه، چرا در مفکوره احمد مسعود هم میگم نیست؟ اگه هست دیگر چرا ذهنش خراب کنه؟ بین ولی واقعیت رو بگیم، قاریسایی که احمد مسعود در سر زانوش میشونش پایان بالا میبرش، وقتی که یک ملای تاجیک در ولایت قندوز میخیزه صدا بلند میکنه، صدا بلند میکنه، آنی واید قاریسا او را جاسوس ایران معرفی میکنه. آیا ما سیاست هنوز هم دگرگون سیبی بزرگوار دگرها یاد نگیریم؟ ببین احمد مسعود در اتریش جلسه دایر میکنه، وقتی خبرنگار میایه از آقای منوی سوال میکنه، میگه که چرا در اینجا یاسین زیا وجود نداره، میگه ما آدرس یه دور نداریم، اون از کجا پیدا کنیم؟ پس ببین با چنین الفاظی ما ایوده که یک دوست مانه، کسی که طالب از بین میبره، کسی که دشمنای ما را از بین میبره، میم در برابری رسانه ها چنین عرفی میزنیم. پس آیا از رو توقع داشته باشیم که آقای منوی می افغانستان آزاد میکنه؟ آقای منوی که از تانکر یابش 300 میل سلاح را طالب کشید، اما لنگ گلایدر سلاح نداشت که در برابری طالب بجنگه، از تانکر یاب آقای گلایدر 300 میل سلاح را کشید. اینی حرفایی که ما بارا زدیم که احمدی مسعود باید خود اصلاح کنه، در اطرافش کادرای قوی را بیاره. آقای فروتن بگذار که حرفا ما بزن. ببین وقتی که احمدی مسعود 3 سال می شود، در 3 سال یک تشکیلات نظامی را انجام نساخته است، حالی باید ما بگیم که احمدی مسعود باید چنین کار را بکنه. تا زمانی که انسان اگر می خواهد که مبارزه کنه در برابر دشمن پیروز شود، در قدم اول باید تشکیلات نظامی داشته باشه. اما هم تشکیلاتی را که احمدی مسعود داره اونا را من میشناسم، با خدایی که پیدا کرده پتاکی در اطرافش بکفت 400 کیلومتر دور میگریزه. پس در تشکیلات نظامی احمدی مسعود کی باشه؟ نباید به احمدی مسعود مد مقابل رسانه حرف بزنم، آنی مجبور هستیم که بگیم در تشکیلات نظامی احمدی مسعود باید مارشال دوستم باشه، باید کادرای نظامی باشه، از اونا کار گرفته شود. آل یعنی ما یا احمد که آقای معنوی یا قاریسا چی به درد احمدی مسعود میخواد؟ یا مسعودی کابلی چرا
مراد علی مراد واری آدم در پلوش نباشه، چرا یاسین زیا نباشه؟ او برادر ما زیاد مشکلات ها داریم، ما مجبور شدیم که آمدیم لایف بگیریم که ما باید از کی حمایت کنیم از دوستم. به خاطر چی؟ به خاطری که احمدی مسعود باید خودش بره در خانه دوستم در خانه دوستم رفتن حیب نیست، دوستم آزار کردن حیب نیست. آدم اگر هموطنی خود آزار کنه و بره و در برابر دشمن قرارش بده، این بزرگترین پیروزیست برای یک انسان. تو دانی خدا عده که تو میخیدی مسکو میره معنوی را در پلود میبری، چرا مارشال دوستم را نمیبری؟ مارشال دوستمی که به یک سالی قبرگاه طالب هم میده کرد. به خدا بیادبی ما بیادبی ما فهمشهره هست بیادبی نشوه نام دوستم در پیش طالب بگی شاشش میروه. چرا از دوستم استفاده نشوه؟ چرا از یاسین زیا استفاده نمیشوه؟ چرا از خانواده رادیق شهید استفاده نمیشه؟ پس ببین ما زیاد عرفها داریم. احمدی مسعود باید بهترین گزینه همید که یک تشکیلات نظامی بسازه، ولسوالاش را تعیین کنه، والیاش را تعیین کنه، قماندانای امیه را، پول امکانات و دزانت را با اونمو کتی که در یک ولایت معرفیش کرده با اونمو به تفکیشش کار بگیره، در بدل پول بگه تا در این ولایت چی فعالیت کردی که نکد وسوش کنه دیگه خرسه معرفی کنه. او برادر پول با کی میده؟ با حفیظ منصور. پول با کی میده؟ با عتیق الله بریالی. پول با کی میده؟ با مو بسم الله محمدی که فرار کرد پیشتر کنان جان گفت که حتی نیامد یک گزارش بده از خودش دفاع کنه. کتی که از خودش دفاع کردن اتونه و مستحق قیدی نیست که با او پول داده شود او را در اصی کابینه نظامی تعیین کنی. کسایی را که واقعا مبارزه میکنن با یک پشتونی که با او سرزمین وفادار است پول در اختیار او قرار بده، وقتی که تو تشکیلات نظامی ساختی از پیشش کار میگیری. مثلا برای احمدی مسعود باید معلوم باشه که والی فاریاب کیست در تشکیلاتش، ولسوال یک ولسوالی کی است، ام یک ولسوال چقدر سهم کار دارد، در بدل سهم باید دستاورد داشته باشه. دگر والسیدی عزیز ما مجبور استیم دینمی دو سال سه سال ما خاموش بودیم که احمدی مسعود چنین کاری را میکنه نکرد. فقط احمدی مسعود به ما چی کار کرد؟ واقعیت در برابر رسمیت شناختن طالب واقعا فعالیت کرد. وقتی که یک آدم ما نقطه ضعفش هم بگیم باید خوبیایش هم بگیم، نگذاشت که طالب به رسمیت شناخته شود. دیگه گپش کاملا ما طرفدار احمدی مسعود هستیم، اما در این نقص نواقصی که داره احمدی مسعود باید خود اصلاح کنه. اینمال یادیر بازم میگم که ما شاء دوستم اگر احمدی مسعود طرفی تو نمیاد تو طرفی احمدی مسعود بیا، آمدنی تو به طرفی احمدی مسعود به خیر ملت موتس، به خیر ملت ازاره است، به خیر ملت ازبک است، به خیر ملت بلوچ است، نورستانی است، پشه ای است، پشتونی که از آدرس طالب ظلم دیست، به خیر ازیاش. گفتنی ما همی بود آقای فروتن، خدا کنه که از حرفای ما بعضی دوستا خفه نشده باشه. واقعا ما یک نظامی به تکلیف میشم. یک وقت همی آقای بزرگوار از قید قلم استر جنرال عطا محمد نور مان، تو هم یک شخصیت تاثیرگذار است، آدم راست شه بگویه. آقای کنون از شما مشنویم، بعد مقصد نوبت اخیر دگر ورس میتیم، با صحبت های دگر ورس برنامه را ختم میکنیم. آقای کنان کوتا بفرمایید که حالا یک خانم از حقوق شما بیشتر نسبت به دیگر ها آیش میکنم. فقط از مایی بود دایی آقا که بله خواهش که دارم اول تشویق کنین خانوما را در این بحث‌ها شرکت کنه، چون اونا صدماتی که میبینن یا هر حادثه‌ای که در افغانستان میشه اول اونا آسیب میبینن. و دیگه ای که شما درباره مثلا این چیزایی که بحث کردین، من فکر میکنم که قدرت نظامی همراه با دانش نظامی باید باشه، که مثلا من فکر میکنم اگر قدرت نظامی تنها تأثیر گذار می بود شرایط و جامعه ما به این حالت کشیده نمی شد. یعنی ما بیاییم از جوانای روشن فکر، از کسایی که واقعا چون یک جامعه را دانش، فرهنگ، هنر، تخصص در تکنولوژی، در اقتصاد، همه اینا می سازه. چرا ما وقتی که بحث میکنیم فقط تمام فوکس ما میره سر قدرت نظامی، که کی قدرت نظامیش بیشتره، مثلا مسعود یا جنرال دوستم؟ ولی ما میبینیم چون اینا دانش همو نظامی را نداشتن، در یک وقت خیلی راحت همه چیز رها کردن رفتن.
پس زیاد قابل ببینید بانو از اعتبار سروری نیست. بگذاشت که گرانتو بین صحبتتان میایم، استازتا یا مارشال دوستم اینا در قدرت نظامی نه تنها که قرار نداشتن، یک شخصی یک آدمی که هیچ باور به مردم افغانستان نداشت، از کلتور و عنعنات مردم چیز نمیفهمید، لنگوته زرد میزد، پایان میدوید، بالا میدوید، بند ازارش هم موردار بیادبی ماف، بعد چغست میزد و گای پشتو و گای فارسی. اشرف غنی احمدزی باعث نمی تبایی و بربادی شد. این رهبرا در یک خلای معلوماتی و احساس نمی کردن کمی وضعیت می آید قرار گرفتن. اگر اینا مثل که مارشال می گفت که 6 ماه زیاد نه، 6 ماه ما در شمال افغانستان تغییرات میارم اجازه باشه، هیچ کس صدایش نشنید. حال اگر آقای یفتلی میگه مارشال دوستم یا استاد عطا یا سینیزیا اگر اینا در کنار احمد مسعود قرار بگیرن و در رأس تصمیم گیری بیایه، طبیعتا قسمی که طالب یک کابینه خیالی داشت، حداقل جبهه مقاومت خلاف طالب هم کابینه داشته باشه، والیش مشخص باشه، ولسوالش، قماندان امنیش، این چند چیز را میرسانه. یکی که اما هر کس احساس مسئولیت میکنه که یک انسان پردستاورد باشه. دوم، همه چیز زود، مثلا در تخار اگر جنگ میشه یا میخوان کاری انجام بدن، اما شخصی که در ولسوالی ها توظیف است یا در مرکز توظیف است با والی ولایت تماس میگیره. آلی باید یک شخصی که 4 نفر داره با احمد مسعود تماس بگیره. اینی وقت است که باز ناممکن میشه همه چیز. از اجازه میدیم که تو کلام حرف بزنم، باز ما بیرم پایین. بفرمایید رحمانی شد. جان راست گفتید مخالف هستم که باید برن دوستم را بیا پیش دوستم برن، همه خود جنرال دوستم، خود عطا محمد نور احساس مسئولیت ندارن، احساس باید دیره بیگه التماسشون بکنیم. کشور از وان نیست، یک کشور از احمد مسعود است یا از کشور ماست. خب بیاین همین مردم هم بیاین، او برادر این نتان سو بیاین، کسی جلویشون رو نگرفتن. من همین سوال من پارسال ما در دفتره که من رفتم به یک سفری داشتم به ایران، من این سوال پرسیدم از دفتر مشهد، تا جایی که من خبر دارم و تماس دارم کسی جلویشان نگرفته. اگه در رأس نظامی هم برشان میگن صلاحیت می، ولی مسئله بزرگتر از این حرف هست، بزرگتر از صلاحیت دوستم هست، مسئله بزرگتر از صلاحیت عطا محمد نور هست. یا چه دهن پراوی دارن که دانشان بسته است، ایره من نمیفهمم، خبرم ندارم. بله بزرگوار، یک اجازه بده بزرگوار، من امشای مسعود دیدم که دوستم 3 دفعه در افغانستان فرار داده شد، اما رفت امشای مسعود همین دوستم را گرفت و پس سری قدرت داد. این گپ ها عیب نیست، آدم به خاطر نجات کشورش هر کاری را روی میکنه، هر کاری که نمیگه عیب است. جان راست ما نمیگیم عیب است، ما نمیگیم عیب است، ولی این کسای کشورهای میزبان یار اجازه نمیدن یا دست باز داشته باشند. کشورهای میزبانی که یار از یاد میزبانی میکنه، یار به هیچ عنوان صلاحیتی کار نمیتون، حتی نمیبینه تو بیان نکنه که سوال بکنه، نمیتون کم پاسه. از آقای کنان کدام گپ داری؟ خوب ندارید، اگر ولس مایک شب باز بکنم مشنایم، خداحافظی میکنیم. من زیاد وقت نمیگیرم، من صرف میگم که برادر وسط این فجایعی که در افغانستان جریان داره به حدی استخوان سوز است که دیگه به هیچ کسی مجال نمیده که بیایه مصلحت اندیشی بکنه و بیایه جوانا را مردم مصروف حرفای آرمانی بسازه که ما از اونم مبارزه و از امو حد قلب با دنیای از مشکل و تهدیدی که متوجه ما هسته میایم در رسانه ها شدید در برابر ظلم و استبدادی که در وطن ما، بیناموسیه که در وطن ما جریان داره میایم اینمی همه بدبختی را تحمل میکنیم، ولی میخواییم که منعیس مردمانی که رسالت و مسئولیت خود در قبال وطن، میهن، مادر، ناموس ادا بکنیم، میایم سریع صحبت میکنیم. جناب دگروال صاحب، ما بیشتر گفتی، من باز خودت ملا میسازم، من دو دیپلم دارم، یعنی در 2 رشته تخصص دارم، یک عمر در رسانه و میدیا و سیاست بودیم، خیلی چوکی های بلند در بخش های امنیتی و استخباراتی و در بخش اینمی فرهنگی کار کردیم. ما دارنده یک کانون فرهنگی و یک نشریه هستم شخصی
بسیاری ولایت ها انمیال نشریه دولتی جز اگه داشته باشن دیگه کسی توان یک نشریه را نداره که او هر روز فرهنگیش مطالبش. بسیاری کسایی که قلم به دست هستن میگه یک کسی که یک روزنامه را به چاپ میسپاره به این معناست که یک طفل به دنیا میاره، یک کسی که هفتنامه را به دنیا چاپ میسپاره به معنای است که یک هفته یک طفل به دنیا میاره، گاهنامه ماهنامه اینمی چیزا. یک کسی که در اینمی موضوعات ما عمر کار کردیم نیاز به این ندارم که من اینمی حال اینمی وضعیت خودم با تمام وجود درک میکنم، احساس تحلیل دارم. کنان از این که یک دم مخالفین ما از همی حرفای ما سوء استفاده نکنه، باز در اتاق فکر حتما گپ میزنیم. جناب دگروال صاحب مایکتون باز بکنین، بفرمایید. با سلام مجدد. خیر، باز ما هر انسان خالی نمی باشه، فهمیده چی کامل نمی باشه، باز ما یاد میگیریم از خودت که پینه استن. از بسیار باعث خوشبختی ما میشه که خودت یک آدم با تجربه، یک آدم مسلکی، یک چهار کلمه که ما از خودت هم یاد بگیریم این کلان یک دستاورد است انشالله. یک جان ارپایتان اگر مانده بفرمایید، اگر ورسید بغیر از اون میخواستم خداحافظی بکنم. یک دو کلمه میخوایم بگویم. همیشه بیشتر مطالب بسیار تابالا شد سر چیز شد یفتری سیبن به خاطر کمپاین به مارشال صاحب دوستم بسیار صحبت کرد. مارشال صاحب دوستم یک شخصیت بزرگوار است، ولی احمد مسعود یا هیچ کدام دروازبان در مرزهای افغانستان وجود نداره که یک کسی را از مقاومت منع کنه بجز طالب. طالب زورش نمیرسه به مقاومت. مقاومت فعلا در داخل افغانستان جریان داره، قلمرو در اختیار داره، ای که پوشش نمیتن مثلا او موضوع جداست. اما امید دینه روز هم مثلا کنم دستاورده که داشتن در مزار دستاورد داشتن دیگه در چند جای دیگه، این نماینگر عزیز که مقاومت الحمدلله است. دیگه ما تقاضا میکنیم پامیدی از بزرگا که هر کسی به سهم خود پامیدی در مساحه مربوطه خود در جایی که امکانات داره و توان داره زورش میکشه در اونجا حضور خود مثلا به هم برسانه و مسئولیت خود نشان بده. ای شرم است که فهمیدی اجازه آمدن یا رفتن فعالیت مارشال دوستم مثلا احمد مسعود بته، احمد مسعود بره او را دستش بگیره بخید کش کده بره بگه بیا بریم تو، بیا ما ترهزر میکنم بریم فعالیت بکو مقاومت یا استادتار یا کس دیگر. هر کس اینا یک شخصیت هستن، یک رهبر هستن، یک کتلی بزرگی از جامعه را مثلا در تحت امو چیز نفوس خود دارن. اینا میتونن تقاضا کنن برن در کار خود بکنن. یک موضوع دیگه او امی خبرنگار بچه لشکری بسیار خبرنگار موفق است، چند پیره ای گپ تکرار میکنه در صحبت های یکان تای دیگه هم باز امو گپ های اما جنرال مراد علی مراد تکرار میکنه که او را وقت پرسان کرد که تو چرا پنشیر نرفتی، گفت که ما نفر روان کردم همه پنشیری ها نپذیرفتن، نفر پنشیر روان کردم پنشیری ها نب... ای که یا تقاضایشان به ای بود که امی هلیکوپترهای مقاومت که وجود داره مثلا حال شما میگریزه بیای خیرت بر ما هم یک فرصت بده ما هم بگریزم تا تاجکستان برام انتقال بده. حالی و کسایی که پیش از او بودن او وقت احمد مسعود بیچاره خوب مصروف بود ریگستانی گفته بود که اگر هدفت به مقاومت است، همون نماینده مراد علی مراد گفته بود اگر هدفتان به مقاومت است در پنشیر با شما ضرورت نیست مقاومت کنه، شما بره در بامیان یا مثلا در بیسود یا در مساحه که نفوس داره در دایکندی در اموجا پومیده یک ولسوالی رو بگیره در مقابل طالب پومیده خب مکم مقاومت کنه تا هنوز اون ساحات شما را تاول طالب ها تصرف هم نکده در یعنی استقامات جور نکده در اون ساحه مربوطه، شما بره اموجا را مکم کنه دیگه
ایجا ما میکنیم بود ما شما کل ما در تماس میباشیم دیگه اینا پس آمدن دست از پا دراستر پیش مرادعلی گفتن والا پنشیری ها قبول نکردن بازی ها رای قاچاق مثلا رفتن کویته از کویته با استرالیا فهمیدی؟ دیگه آل گله دارن که والا پنشیری ها ما را نپذیرفتن این آلی ما از یفتلی سه پیشتر گفت که برای جنرال دوستم مثلا نظر کنه بیاره دیگه مارشال دوستم حالی ضرورت است باید مارشال دوستم احمد مسعود برای حضر کنه یا صادتار یا کس دیگره یا شخصیتشون بزرگتر از احمد مسعود است یا خودشون باید براون برای بچه شبه برای مثلا روان کنه خودش برای جبه باز کنه نفر سر گروپ های را که مثلا در طول 20 سال از نام از اینا چقدر استفاده کردن چقدر پول پیدا کردن چقدر بلند منزل جور کردن مارکت جور کردن از نام استادتا از نام مارشال دوستم دگه دگه چی چی کارا کردن در خارج رفتن حمید امیال خانه ها در ترکیه دارن در دبی دارن نمی قماندان های از یا خود نه تنها خودشان قماندان هایشان اما بران حمید منطقی خود هر کسی به سهم خود در قریه خود در چیز خود به امید یک چیزی جور کنه اینا ضعیفتر از یاسین زیاستن که یاسین زیا خودش در لندن شتگی است همیل نفر به در وظیفه میته عملیات میکنه در شهر کابل در ولایت ها به گوش در گوش برابر وزن مقاومت امید همیل جبه آزادی کار کرده رئیس یاسین زیا بسیار قوی آدم است یا مارشال دوستم یا استادتا دوستان عزیز وقت کم است انشالله در یک برنامه دیگه حتما حرف می داشته باشیم ختم میکنم یک موضوع دیگه که امی من حیث یک نظامی همیشه هر گپی فهمیده میگم و کسی که بسیار غرش میکنه بازو آسمان که زیاد غرش کرد بازو نمیباره دیگه آدم چرچری و سرصدایی و گپ زدگر بسیار فهمیده چیزی رخش هم نمیه آدمی که چپ می باشه همیشه همو یک کاره میکنه خب با نظامی ها همیشه همی لازم است که اسرار نظامی رو فهمیدیدم و چیز خود نگاه میکنن دیگه اونطوری هر گپی رو آدم افشان میکنه سرش تبصره میکنه ما شما خدا مهربان است مگم خدا وصل وسیله کنه یک چیز جور شد و یک گپی شد متوجه شد اگر واسه کمی کامنت هایی که به من نوشته میکنه مردم نی باز ما هم یک دفعه کمی کامنت ها رو متوجه میشم باز کوشش میکنم که در ملا بلای صحبت هاییم یکان رقم عرفایی را مطرح بکنم که هم یک ایده که کامنت گذاشته امونا هم یک ذره بفهمن که عرفی بد بسیار بد است تاثیر منفی داره خیر یعنی اگر نه من شخصا با خدا دگر واسه من قسم سر مغ نداری یک خب. کلمی دوست نمیخواییم بگوییم یا هدف توین نداره خاینال من همی گفت چی میگم خب تو اونمو کسی کامنت بد میته امور تیج ارزش قائل نده ارزش قائل ندادن تو به این مناس که یعنی کامنت زور ایج ندیدی فهمیدی؟ امی آدم به شخصیت ایج ندیدی اگر تو خواندی کامنت زور او هنست گوش که اگر تو کامنت چتل زور خواندی او هنست کردت میگیره میگه والا او اینه چقدر من مهم بودم با امیده من دو زدم فروتن خواند نه خو نه خانم ما همی که وقتی میبینم یک نو اقده میگیرم نه صحبت های امو کسی را که مثلا بابی از اینا میشه یا بیبی از اینا محسوب میشد مادر بزرگشان بعد میگم ازارش داده سوش گریخت هدفم اونمو مردم است اگر نه نباید به می شکل گفته شوه بازم به هر صورت یک دنیا سپاس از آقای کنان دگروال سیب محمدی و آقای موجب رحمانی شب خوب دوستای عزیز شب خوش شب.